شروع آرایش چهره جدید سیاسی خاور نزدیک به دست آرایشگر پوتین به غرب مجال فکر کردن نداد، زیرا اولین هدف پوتین جدایی ترکیه از ناتو و تشکیل یک حکومت اسلامی سنی در کنار ایران است که فعالیت شدید کسب محبوبیت پرزیدنت روسیه با جمع آوری ضد نقیض‌های سیاسی منطقه کنار یکدیگر نشانه آن است. به قول رونالد بارازون، سردبیر سابق روزنامه زالسبورگ نخریشتن و از کارشناسان بزرگ اقتصادی اروپا، پوتین با هدف خاص تقسیم بندی در خاور نزدیک به ایجاد مثلث ایران، اسرائیل و ترکیه در منطقه دست زده تا بتواند حداکثر استفاده از ناتوانی آمریکا را ببرد. در شرایط فعلی بسیاری از بلند پایگان سیاسی بر این عقیده‌اند پوتین با نزدیک شدن به ترکیه می‌خواهد به خاطر نگرانی غرب از جدا شدن کریمه که مرتب آن را عنوان می‌کند انتقام بگیرد و کاری کند ترکیه از ناتو فاصله بگیرد و سفرهای پی در پی نتانیاهو به مسکو و علاقمندی دوستی با جمهوری اسلامی نشانی از تکمیل شدن این مثلث است. رونالد بارازون که اکنون سردبیر نشریه فولکس ویرت و برنامه ریز تلویزیون ملی اتریش است، چگونگی نزدیک کردن این سه قطب اسرائیل، ترکیه و ایران را با هم ساختار جدید چهره خاور نزدیک آرایش شده به دست پوتین می داند. در برلین گفته شد به نسبتی که خامنه‌ای به آمریکا ناسزا می گوید و پرخاش می کند، به همان نسبت نیز پوتین مشغول جمع آوری موافقین سیاست خود و مخالفین آمریکا در منطقه است. برای پوتین حضور اسلام معتدل در ایران و ترکیه یک پدیده خدادادی است، زیرا این دو کشور با تردید به دورنمای راه آمریکا و غرب برای آینده خاور نزدیک می‌نگرند. نویسنده اتریشی به عربستان سعودی توجه کرده می نویسد ایران و عربستان سعودی چندان تمایزی با یکدیگر ندارند. هر دو نفت دارند، هر دو اسلام افراطی دارند، هر دو اعدام می کنند، هر دو در جنگ شرکت دارند. بنابراین برای پوتین مهم نیست کدام یک از این دو برنده آخری برای نشستن روی صندلی آرایش باشند. برای پوتین ایران مهمتر است، زیرا با این کشور مرز مشترک دارد و می تواند از مخالفت ملایان با آمریکا و غرب نهایت بهره برداری را بکند. وی می افزاید جالب اینجاست نقش اسرائیل به عنوان تنها کشور دموکرات و با ثبات منطقه در رابطه با سیاست اوباما برای بازی با سناریوی پوتین عوض شده. گرچه ایران هنوز مرگ بر اسرائیل را سر می دهد، اما پوتین صبر و حوصله زیاد دارد و بالاخره به احتمال برای بستن سطوح مثلث ترکیه اسرائیل ایران به عمل آرایش چهره ها ادامه می دهد. در این میان نباید فراموش کرد چندین نفر از بلند پایگان سیاسی اسرائیل مهاجرین روسی هستند. کارشناسان سیاسی با استناد به گفته شتاینمیتس وزیر انرژی اسرائیل استناد کرده و در تفسیرهای خود نوشتند سخنان وزیر انرژی اسرائیل که گفت طی اولین سال قرارداد برجام تخلف مهمی دیده نشده و اکنون زود است برای چند سال آینده آن را پیش بینی کنیم، و می افزایند گفته وزیر انرژی اسرائیل به احتمال یکی از دستاوردهای سیاست جدید منطقه است، زیرا چندی قبل لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل از قرارداد برجام شدیداً انتقاد کرد. ایرج ربیعی، آلمان. شروع آرایش چهره